نوسازی یا مرگ، تجدید حیات برای نظام‌های پادشاهی نیز ضروری است. در هلند به نظر می‌رسد کاخ نارنجی تصمیم عاقلانه‌ای گرفته است. ملکه بئاتریس در روز جشن ملی تاجگذاری این کشور گفت: پادشاهی در دنیای مدرن تنها وقتی معنا دارد که به دنبال خدمت به مردم باشد. در 75 سالگی او جایگاهش را به پسرش ویلم الکساندر 46 ساله واگذار می کند. زمامداری ملکه بئاتریس از سال 1983 در هلند آغاز شده است. این کار را می توان شیوه مدرن برای کنارگیری از سلطنت دانست. اقدام ملکه هلند را می توان یک استثناء در میان سیستم های پادشاهی در اروپای غربی دانست. در این بخش از اروپا 7 حکومت پادشاهی، 1 دوک نشین بزرگ و 2 شاهزاده نشین وجود دارد. الیزابت دوم از سال 1952 تاج و تخت را در اختیار دارد. اکنون در 87 سالگی هیچ برنامه‌ای برای کنارگیری به نفع پسرش چارلز 64 ساله ندارد. البته نظام پادشاهی بریتانیا کمی خود را مدرن کرده است. قانون فرزند ارشد ذکور برای رسیدن به تاج و تخت جای خود را به قانون ارشدیت صرف داده است. به این ترتیب فرزند ارشد ویلیام و کیت بدون توجه به جنسیتش به سلطنت خواهد رسید. پادشاه اسپانیا خوان کارلوس اول با آنکه طی 1 سال 4 عمل جراحی داشته و نیمی از اسپانیایی ها نیز خواهان کنارگیری او هستند، تصمیمی برای کنارگیری ندارد. خوان کارلوس 75 ساله از سال 1975 پادشاهی اسپانیا را به عهده داشته و پسرش فیلیپه که جانشین و وارث اوست 45 ساله است. اگرچه در اسپانیا همچنان فرزندان ارشد دختر از حق رسیدن به سلطنت محرومند، اما به نظر می رسد دو دختر فیلیپه شانس بیشتری در این خصوص داشته باشند. اگرچه در پادشاهی بلژیک کنارگیری از سلطنت یک تابو نیست، اما یک تصمیم شخصی مستقل محسوب می شود. آلبرت دوم 19 سال است که پادشاهی بلژیک را بر عهده دارد. او در میان 46% از بلژیکی ها دارای محبوبیت بوده و سلامت خوبی نیز برخوردار است. آلبرت دوم در ماه ژوئن 79 ساله می شود و پسرش فیلیپ 53 سال سن دارد. در بلژیک از سال 1991 قانون ارشدیت صرف برای جانشینی قابل اجراست. در سوئد نیز اگرچه تاکنون درباره کنارگیری پادشاه از سلطنت چیزی اعلام نشده، اما بر اساس قانون سال 1980 امکان کنارگیری وجود دارد. کارل گوستاف 16 67 سال و دخترش ویکتوریا 35 سال سن دارند. نروژ در سال 1990 اعلام کرد که قانون ارشدیت صرف را نمیپذیرد. پادشاه فعلی هارولد پنجم 76 سال سن دارد و اعلام کرده که تا پایان زندگیش پادشاه خواهد ماند. پسر 39 سالش جانشین او خواهد بود. از سال 2009 قانون ارشدیت صرف در دانمارک پذیرفته شد. ملکه مارگارت دوم 73 سال سن دارد و در سال 1972 تاج سلطنت را بر سر گذاشته است. فردریک 44 ساله نیز باید در مقابل قوانین سلطنت تسلیم باشد.